سلام دوستان امیدوارم خوب باشید با یک ویدیوی دیگه از تازه ترین خبرهای فرانسه در خدمتون هستم یک اتفاقی در این هفته افتاده اون همین هستش که یک مدیر یک مدرسه ای به دلیل اینکه تهدید مرگ شده از سمت خودش استفاده داده اما چرا این تهدید رو شده به خاطر اینکه به یک دانش آموز دختر در این مدرسه تذکر داده بوده که حجابش رو از سر در محیط مدرسه برداره می که در فرانسه به دلیل قوانین لایسیته هجاب در واقع اسلامی در مدارس ممنوع هستش اما این دختر سر باز زده و مثل اینکه درگیری اتفاق افتاده البته درگیری فیزیکی نبوده این دختر گفته از مدیر شکایت میکنه و چندی بعد مدیر پیام تهدیدآمیز مرگ گرفته و بعد مجبور شده استعفا بده پای وزارت کشور و دولت فرانسه به این قضیه باز شده گفتن که از این دانش آموز شکایت خواهند کرد و یک جنجالی در دسانه های فرانسه اتفاق افتاده اگر میخواید در این زمین اطلاعات بیشتری کسب بکنید در ادامه این ویدیو همراه من باشید اما پیش از اون سپاسگزار میشم که این ویدیو رو لایک بکنید و اگر هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید باز هم بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از جدیدترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید بریم ما همین ویدیو رو ببینیم خب دوستان مطلب رو از وبسایت وست فرانس براتون انتخاب کردم همونطور که در تیتر این خبر میبینید یک مدیر فرانسوی تحدید به دلیل تهدید به مرگ بعد از تذکر هجاب از سمت خودش استفاده داد و دولت هم گفته که از این دانش آموز محجبه شکایت میکنه گابریل آتار نخست وزیر فرانسه این خبر رو روز چهارشنبه اعلام کرد و در گفتگو با شبکه یک تلویزیون فرانسه ضمن دفاع از اصل لایسیته گفت که دولت علیه این دانش آموز برای اتهام زنی بیجا به مدیر مدرسه به دلیل بدرفتاری در جریان رویدادی که در مدرسه اتفاق افتاد شکایتی تنظیم خواهد کرد آقای گابریل آتال در جریان اخبار شبانگاهی در تلویزیون فرانسه ضمن اعلام حمایت از این معلم گفت که دولت همیشه در کنار این کارمندان که در خط مقدم رویارویی با موارد نقض سکولاریسم و تلاش اسلامگرایان برای نفوذ به مؤسسات آموزشی قرار دارند خواهد ایستاد خب در این مقاله‌ای که براتون انتخاب کردم توضیح دادی که فرانسه بیشترین جمعیت مسلمان اروپا رو در خود جای داده و سکولاریسم و مذهب همواره از داغترین موضوعات سیاسی و اجتماعی در این کشور بوده مقامات فرانسه در سال 2004 بر اساس قوانین سکولار کشور و به هدف تضمین بیطرفی در مؤسسات دولتی استفاده آشکار از هر گونه علائم یا لباسهایی که وابستگی دینی دانش آموزان رو نشون بده مثل روسری، امامه یا کلاه یهودیان در مدرسه اینها رو ممنوع کرده. دولت سال گذشته پوشیدن عبا یا همون چادر عربی رو برای دختران در مدرسه ممنوع کرده بود که من در همین زمینه یک ویدیویی هم کار کردم که میتونید در کانال ما اون ویدیو رو مشاهده بکنید مورد جدید استعفای مدیر مدرسه در بهبوهه تنش های عمیق در کشور به دنبال مجموعی از حوادث از جمله قتل یک معلم به دست یک دانش آموز اسلامگرا که در سال گذشته روی داده بود اتفاق می‌افته. گزارش شده که مدیر این مدرسه یک پیام آنلاین دریافت کرده و از سمت خودش استفاده داده این معلم بر اساس این گزارش در 28 فوریه از سه دانش آموز دختر مسلمان خواسته بود تا روسری خودشون رو در محوطه مدرسه بردارند اما یکی از اونها که بزرگسال بوده و برای آموزش حرفه‌ای به این دبیرستان رفته بوده این خواسته رو نپذیرفت به گفته دادستان فرانسه از همون لحظه بین این زن جوان و مدیر مدرسه درگیری رخ داد. به نوشته رسانه های فرانسوی پس از این رویداد مدیر مدرسه چندین بار به صورت آنلاین تهدید مرگ شد. بعد از اون روزنامه لومانیته خبر داد که مدیر در پیامی خطاب به کارکنان دبیرستان گفت که برای حفظ امنیت خود و مدرسه تصمیم گرفته به کارش خاتمه بده مقامات وزارت آموزش ملی گفتند که او درخواست بازنشستگی پیش از موعد کرده در همین زمینه گابریل آتال که خود پیش از این وزیر آموزش ملی بود و روز چهارشنبه خصوصی با این معلم در کاخ نخست وزیری دیدار کرد به شبکه تفن گفتش که مدیر مدرسه قرار بود در ماه جوان بازنشست بشه اما تصمیم گرفته کمی زودتر کار خودش رو ترک کنه دانش آموز فرانسوی که نام او فاش نشده از مدیر مدرسه شکایت و او را متهم به بدرفتاری در جریان این حادثه کرده بود او به روزنامه فرانسوی لوپقیزیان گفته بود که مدیر مدرسه به بازویش ضربه زده است اما دفتر دادستانی پاریس روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که شکایت این فرد رد شده بایستی ببینیم که در روزهای آینده چه اتفاقات دیگری در این زمینه رخ خواهد داد فعلا که این خبر در شبکه های اجتماعی داغ است و همچنان بحث سکولاریسم و تر رو بار دیگه به یکی دیگه از موضوعات مطرح در سطح جامعه فرانسه تبدیل کرده امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه اگر که این ویدیو رو دوست داشتید سپاسگزار میشم که اون رو لایک بکنید اگر هم هنوز عضو کانال یوتیوب ما نشدید میتونید با بر روی دکمه سابسکرایب عضو کانال یوتیوب ما بشید تا از ترین ویدیوها زودتر از دیگران مطلع بشید تا یک ویدیو دیگه خدا نگهدار